سلام دانشجوی عزیز، امروز میخوام با شما مفهوم کامل تر و محاسبه شبکه‌های آبرسانی شهری رو به شما آموزش بدم. این جانب در یک کلیپ آموزشی سیستم گازرسانی را که در آن شبکه‌های گازرسانی به طور کامل توضیح داده شده بود به شما نشان دادم. شما می توانید در سایت من یا یوتیوب یا آپارات مشاهده بفرمایید. اما روش هاردیگراس، این روش هاردیگراس در سال 1930 آقای هاردیگراس متد خود را طی مقاله انتشار دادند و حلقه هایی که در هر شبکه به وجود می اومد، مثل این شبکی که ما حلش کردیم شما نشون میدیم، این حلقه یک و دو تا حلقه که به وجود می اومد باید با سعی خطا با فرمولای خودش جواب را به دست بیاریم. خب این تو سعی خطا بسیار سخت بود. در اون زمان واقعا محاسبه یه چنین شبکی با که ابزار ما خطکش محاسبه بود بسیار نفسگیر بود. در اون زمان آقای هاردیگراس، یعنی در سال 1930 قبل از اون، خب شبکه های آبرسانی رو دقیقا به وسیله معادلات حاکم بر شبکه نوشته می شد. به وسیله وسایل ریاضی می تونستن معادلات خطی و غیر خطی رو که حاکم بر این شبکه هست و من به شما نشون میدم را حل کنم. حتی ما این حل هم به شما نمایش دادیم. معادلات چگونه نوشته میشوند و چگونه حل میشوند را هم به شما آموزش میدیم و دقیقا روش هاردیگراس را کاملا به معنی مفهوم کامل تر و محاسبه را به شما انتقال میدیم. اما قبل از اینکه ما بریم این مسئله رو انجام بدیم، یعنی بفهمیم روش هاردیگراس چیه، باید بریم روش هاردیگراس رو باید روی گره ها، گره تو هر شبکی، خیلی شبکه، مثلا تعداد 30 تا 40 تا شبکه و گره های مختلف هست، از هر گره آب چند تا ورود میکنن و خروج میکنن و اینو به عنوان گره ما در شبکه میشناسیم. در اونجا یک قانون حاکمه تو این گره قانون حاکمه که به نام قانون پیوستگی. در اینجا مقدار دبی که وارد میشی رو مثبت در نظر میگیرن، خروج رو منفی. خب از زیگما کیو آت منای زیگما کیو این برابر با سی. خب این سی دبی خارجی در محل گره که معمولا به اسم مصرف یا تامین نامیده می شود. خب اگه جریان سیال به سمت گره سی مثبت باشد، سی بزرگتر از صفر باشد، مصرف. اگه سی کوچکتر از صفر باشه، تامینه. اگر سی مساوی با صفر باشه، شبکه بالانس است. معمولا در شبکه ها ما سی صفره، یعنی سعی میکنیم شبکه رو بالانس کنیم، ولی معمولا وقتی ما در طراحی انجام میدیم در جایی بعضی وقتا نیاز داریم که بر شبکه آب وارد کنیم، مثل جایی که شما شنیدین ها چای آرتیزیان میزنن تو وارد لوله های شبکه میکنن، چون نیاز به شبکه، نیاز به تامین داره. خب حالا ما اینجا رو یه مثال زدیم. ببینید تو این گره او 3-4 تا آب در خروج، یکی خروج میشه، 3 تا ورود میکنه، یعنی آب با دبی 15 فوت مکعب بر ثانیه داره وارد میشه و با 18 فوت مکعب خارج میشه. خب حالا این فرمول بذاریم اینجا، 18 که بیرون مثبت گفتیم، ورود منفی، منای 15 منای 5، پس 3 در میاد منای 5، یعنی تأمینه. این فلشی که اینجا گذاشتیم 3 حالا منفی، یعنی به سمت تو باید بره، انگار باید بره تو داخل، یعنی نیاز داره تأمین باید بکنیم، چون این شبکه نیاز به تأمین آب داره،
تا بتونه بالانس رو که همون زیگما گیمات و زیگما کیو این رو، یعنی بالانس شبکه رو اجرا کنه. میخواییم معادلات حاکم به این شبکه رو بنویسیم. یه شبکی که اینجا هست رو خیلی متوسطه، 4 حلقه داره، حالا ما توضیحات بعدم میدیم، 160 گالون در دقیقه وارد داره میشه، خروجم 160. پس ببینید طبق قانون فرستگی ورود و خروج آب از شبکه همون 160 گالون در دقیقه است. اینجا به این میگیم سیستم 4 حلقه داره، 1, 2, 3. این حلقه رو با L نمایش میدیم. سیستم 6 گره داره، 1, 2, 3, 4, 5, 6. اینو با J نمایش میدم. چند تا لوله داره؟ 9 تا لوله داره. خب پس این فرمول N برابر با J منها 1 به اضافه L. خب ببینی 9 به اضافه 9، 5 به اضافه 4، پس این بالانسه و این نشون میده که ما باید 9 معادله 9 مجهول رو در اینجا به دست بیاریم. برای هر شبکه باید معادله هد یا انرژی یا اصل انرژی رو توضیح بدیم و معادله پیوستگی رو. از 4 حلقه معادله هد بیرون می آید. از گره ها 5 معادله پیوستگی به دست می آید. پس 9 معادله 9 مجهول. 4 معادله انرژی که انرژی که اینجا هست حالا توضیح میدیم غیر خطی است، یعنی درجه دومه، حالا کیو به توان اینه یا کیو به توان 2. 5 معادله دیگه به صورت خطیه، یعنی کیو 1 به اضافه کیو 2 منهای کیو 3 به اضافه کیو 4، مثلا در اینجا. خب حل معادلات طبق قوانین مخصوص خودش باید حل شد. اینجا رو ما توضیح میدیم. خب برای همین برای شبکه مثال زیرا میزنیم. تو این شبکه ببینین لوله 10 اینچه، 8 اینچ اینجا زده شده و طول این لوله 2000 فوته. یعنی من سیستم اول سیستم انگلیسی مثال زدم و 2 مثال دیگرم سیستم متریکه. میخوام هر دو رو شما دانشجوی عزیز مطالعه بفرمایید. خب اینجا من 3 حلقه دارم، 1, 2, 3 و این آب رو به این صورت من فلش رو گذاشتم. این فلش ها میتونه هر طرف باشه ولی ما باید اول حدس بزنیم که این آب مثلا Q1 چقدره، Q5 چقدره. اینو من توضیح میدم ولی بریم اول اون چیزی که من میخوام به شما یاد بدم توضیح بدم. خب البته ما بیشتر این مسائل خودمونو با اکسل نمایش میدیم چون محاسبات به شدت سخته و ما کار ما رو راحت میکنه. خب اول بیاییم ببینیم معادله انرژی یا معادله هد چه مفهومی داره. اصلا هدلاس چیه؟ اگر آب از نقطه A به نقطه B حرکت کنه به طول L با قطر D حرکت کنه، مطمئنا آب در مقابل، یعنی این لوله در مقابل آب مثل استکاکی عمل میکنه، مقاومت میکنه. خب این ناهمواری های داخل لوله اجازه نمیده آب راحت حرکت کنه. اینجا ما یه افت فشار یا به اصطلاح هد لاست میگیم که با HF نمایش میدن. خب این HF به چی چیزی ربط داره؟ دارسی ویسباخ توضیح داده، میگه آقا این هد لاست یا معادله هد یا معادله انرژی بستگی به خود قطر داره، بستگی به طول لوله داره، بستگی داره به سرعت این آب در داخل لوله و یه ذریب دیگه اصطکاک، یعنی همونی که باعث میشه که افت فشار رو به وجود بیاره به نام ذریب اصطکاک میگوییم. معادله دارسی ویرزباخ درجه 2 داره ولی هیزن ویلیام درجه 2 نداره. ما زیاد وارد بحث دارسی ویسباخ نمی کنیم چون در پروژه بعدی خودم مطمئنن راجع به کانال باز صحبت می کنیم که فرمول هیزن ویلیام در اونجا بسیار بسیار موثره. این و اونجا ما در یه پروژه بعد توضیح میدیم. اینجا HF بر اساس M یعنی متریکه و میتونم فوت باشه
و L بر حسب متر، D بر حسب M، V بر حسب متر بر ثانیه. F ضریب اصطکاک بدون بوده. دبی جریان همه میدونیم برابر با سطح مقطع ضرب در سرعت. سطح مقطع ها پی چهارم D دو V میباشه. اینو در اینجا جاگذاری کنیم، اینه در اینجا جاگذاری کنیم، میشه این سادش کنیم، میشه این. خب در اینجا سادگی کردیم، اون ضریب، ضریب آر اینه، اینه که اینجا هست آر کیو دو. پس ما تمام معادلات هید رو بر اساس کیو به توان دو میذاریم که اچ اف بر اساس متر، کیو هم میتونه متر مکعب بر ثانیه باشه یا گالون در دقیقه باشه. خب اینجا آر دارای چیه؟ ترمش چیه؟ بر حسب چیه؟ بر حسب ثانیه دو بعد متر به توان پنج. اینجا یه جی داریم، جاذبه زمین، که 9.81 متر بر ثانیه دو است. در سیستم انگلیسی همون فرموله ولی بر اساس فوت، و کیو بر اساس فوت مکعب بر ثانیه است. و این آر اینی که اینجا میبینیم در ترم سکند به توان دو، یعنی ثانیه به توان دو بر فوت به توان پنج. اما جی اینجا 32.2 فوت بر ثانیه دو است. وقتی جریان سیار در لوله کاملا متلاطم باشه، یعنی فولی توربولنت، شما میدونین که رینولز اگه بالاتر از 4000 باشه ما میگیم آقا توربولنت، بالاتر از 10 یا 6 یعنی 1,000,000 باشه میگیم فولی توربولنت یا کاملا متلاطم. آقای نیکرادس توانست فرمولی تقریبی F را بر اساس یا بر حسب ناهمواری نسبی لوله به دست آورد. این ناهمواری مطلق جدار لوله است. E over D یعنی E over D را همواری نسبی یا ناهمواری نسبی میگویند. ولی در اینجا E ناهمواری مطلق جدار لوله رو ما میتونیم از جدول ها به دست بیاریم. خب در اینجا ما برمیگردیم به اون هفت معادله هفت مجهول و جنس لوله، یا همون نو معادله نو مجهول، فرقی نمیکنه. ولی در اونجا اون شبکیگی درست کردیم، هفت معادله هفت مجهول میده به ما، و ما حدود چند صفحه دیگه اونجا بیشتر این معادلات رو توضیح میدیم. نهمواری لوله چدن برابر با این خط، یعنی اینو از جدول در آوردیم، میشه این. برای درآوردن آر و برای راحتی کار محاسبه رو در اکسل بردم، همینجوری که میبینین طول 2000 فوت، این قطرش بر اساس این چه، و در اینجا فرمول بذاریم میشه این F1 که درآوردیم این. حالا من برای این که شنگ آر رو برای شما تو این اکسل بردیم، ببینین دیامتر 10 اینچه، یک F رو تو این فرمول در آوردیم، ببینین اینجا زدیم، اینجا 1.48 لاگ این در اومد، این به این صورت. اینجا هم خب طبیعیه، یک بروی این به توان دو، همینجا اینجا میبینین. خب ببینین اینا کامیه، کافیه که درگ بکنیم. دانشجوی عزیز مطمئنن شما راجب این اکسل میدونین و راحت این محاسبه، ببین راحت اینو، اینی که در آوردین راحت درگ میکنین به دست میاد. یعنی منظورم اینو این شکلی درگ میکنین، همون محاسبه رو، کافیست که در اینجا یکیش اینجا بذارین و یکیش هم اینجا بذارین. یعنی این محاسبات همون این فرمول AHF این، اینا اینجا گذاشتیم، کافیلا درگ میکنیم به دست میاد. حالا میریم دوباره تو این که میبینید که عملا ما R1 R2 تا R7 رو به دست آوردیم. حالا در اینجا میخواییم به اون نمونه R1 F2 یا F1 و رینولز رو محاسبه بکنیم. خب در اینجا میبینید نمونه سوال رو اینجا نمایش دادم، اینه که گذاشتیم این ای که ناهمواری خود جدار لوله چدن اینه، در اینجا میذاریم در این فرمول، و در میاد 1/√ رادیکال f 12.89، همجوری که شما اینجا
میبینین 12 8 29. خب حالا من این رو F1 رو بارونی اینه بذاریم به تمام برسونیم میشه این. حالا R1 رو میتونیم تو این فرمول بذاریم، 8 ضرب در این ضرب در 2000 فوت طولش بوده، 10 به توان 12 5 این عدد رو درش جا گذاری کنیم، R1 76 3/2 میشه ثانیه به توان 2 روی فوت به توان 5. این توضیح رو دادیم. در آخر حل این مسئله، یعنی حل مسئله رو میخوام اینجا به در بیارم، RE چقدره، چرا متلاطمه. خب در اینجا در آخر این مسئله بوده چند صفحه بعد در لید اینچ داریم Q1 برابر با، یعنی در آوردیم 4 24 فوت مکعب بر ثانیه. خب Q1 میتونیم تبدیل بکنیم متر مکعب بر ثانیه. چرا؟ برای اینکه ویسکوتیسی سینماتیک آب رو ما داریم بر اساس حدود 15 درجه آب اینقدر متر مکعب روی ثانیه. خب V1 رو گره اینجا بذاریم، V1 برابر با Q برابر P4/2 عدد رو جا گذاری میکنیم میشه 2.38 متر بر ثانیه. خب این خوبه، به هر حال زمان توضیح میدیم در آینده که سرعت آب باید از 2.5 متر مکعب بالاتر، 2.5 متر بر ثانیه بیشتر نره. خب RE برابر با VD روی ویسکوتی سینماتیک. خب V بر اساس متر، این هم بر اساس متر مربع بر ثانیه و D هم بر اساس متر. اینجا بذاریم 5 ضرب در 4 ده به توان 5 در میاد که متلاطمه، یعنی این فرمول قابل قبول است، یعنی همون فرمولی که خدمت شما توضیح دادیم. خب اینجا معادلات هد برای حلقه چنین می نویسیم، می دین همون شبکه است، ولی می آییم Q1 Q2 رو همینجا که می بینین ما فلش ها رو فلش گذاشتیم، گفتیم آینه این شکلی باشه. خب حالا بعدا می خواهیم حل کنیم، باید حدس بزنیم این Q ها چقدره. ببینید R3 در حلقه یک، اینه حلقه یک، این حلقه یک. ببینید R3 ببین موافق عقربه ساعت چی نمیدیم، عقربه ساعت مثبت، خلاف آن منفی، طبق قانون کریشوف. خب بس اینجا موافق عقربه ساعت 26، یعنی R3 ضریب R3 ضرب در Q3 به توان 2. اینجا مخالف عقربه ساعت، پس منهای 4Q 4 به توان 2. اینجا هم مخالف عقربه ساعت، منهای R5 Q2. خب اون عددهایی که R1 R2 R3 رو در آوردیم در اینجا جاگذاری میکنیم. حلقه دوم همینجوری، حلقه دوم موافق عقربه ساعت Q1 به توان 2، اینجا مخالف Q2، اینجا هم مخالفه. خب من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، اینجا میرسیم به خود گره A. گره A رو ببینید، ورود خروج باید بالانس بشن. خب این Q1 Q2 Q3 برابره با 3000 تا باشه، 3000 تا گالون در دقیقه بر اساس کیوبیک فیت پر ثانیه، یعنی فوت مکعب ضرب درش میکنیم، ضرب کنیم، بس گره A اینجوری در میاد 666 Q1 Q3 Q5. برای گره B، گره B Q1 داریم ورود، اینم ورود، پس Q1 به اضافه Q2 مساوی با Q6 خروج، خروج Q6 به اضافه 1000 گالون میشه 2.22. همچنین گره گره C و گره D، دانشجوی عزیز همین این 7 مدل 7 مچول رو به دست آوردیم، 7 مدل 7 مچول اینا اینه میبینید. ولی اینجا یه غیر خطیه، وقتی غیر خطیه با خطی نمیشه حل کرد، باید از یه روش دیگه استفاده کرد، وگرنه اگه همه خطی باشن اینو دترمینن اینو میگیریم، معکوسش رو میگیریم، ضرب میکنیم، خیلی راحت به وسیله اکسل در میاریم. من نشونتون میدم. قبل از اینکه راجع به روش هاردی‌کراس صحبت کنم باید بگویم که در سال 1930، یعنی زمانی 1930 یعنی زمانی که ایشان روش خود را به وجود آوردن، تمام معادلات شبکه ها با داشتن چندین معادله خطی و غیر خطی باید حل میشد. این کار بسیار طاقت فرسایی بود، حتی حل
چندین معادله خطی هم بسیار مشکل بود، چون باید با کمک دیترمینان و دیترمینانت معکوس و آثار ضرب اونا به دست می اومد که بسیار وقتگیر بود. و زمانی که من دانشجو در دانشگاه هیوستن تگزاس آمریکا بودم، استاد یا معادلات حاکم بر شبکه را سر امتحان مثل همون هفت معادله هفت مجهول را از ما میخواست، چون ابزار ما همون خطکش محاسبه بود و بس. واقعا نمیتونستیم یه محاسبات این چنینی رو بتونیم به دست بیاریم. پس استاد ما شبکی را که قرار بود حل کنیم باید به صورت پروژه اون هم در سایت کامپیوتری دانشگاه، چون کامپیوتر اینجوری خانگی نبود که در خونه باشیم، باید میرفتیم دانشگاه، حتی نوبت میگرفتیم و اون فورترانو حالا چی برنامه هایی داشت نمیخوام بگم، با اون پانچ کارت اینو پانچ میکردیم و باید میدادیم به سیستم کامپیوتری دانشگاه اونو به کنگو فورتران که یک سیستم اون زمان ما بود باید حل میکردیم. حل چند ماده چند مجهول را راحت میتونم به کمک اکسل حل کرد، به شرطی که خطی باشه. اگه خطی نباشه روش دیگه داره توضیح میدم. خب حالا سوال اینه که چگونه میتونی هفت معادله هفت مجهول را که سه تایون غیر خطی و چهار تایون خطی را حل کرد. خب این همین مشکلی بود که زمان قبل از زمان آقای هاردیکراس داشتن، واقعا باید این رو حل میکردن، چون روش هاردیکراس بعدا به وجود اومد. خب این رو میتونیم با روش تئوری خطی که در اون زمان ریاضی بود، میتونیم این سه معادله غیر خطی رو، یعنی اون سه معادله غیر به خطی تبدیل کنیم که به هفت معادله خطی تبدیل می شود. و این هفت معادله هفت خطی رو که نشونتون میدم میتونیم با اکسل و با سعی خطا جواب بگیریم. خب تئوری خطی چی میگه؟ ببینید یه اف ایکس این، اینم جی ایکس، خب یه نما و دلتا ایکس دلتا ایکس به معادله میدیم میشه این. حالا بس تیلر رو انجام میدیم، ریاضی است. بس تیلر و جملات مرتبه دوم، یعنی دلتا ایکس به توان دو دیگه ناچیز هست میشه. خب بس اینو بس تیلر میکنی همون دلتا ایگرگ میرسه دیگه. بس بعدی دلتا ایکس به توان دو دلتا ایگرگ به توان دو که ناچیز صرف نظر میکنیم. خب پارشال اف پارشال ایکس رو آ یک یک میذاریم، اینم آ یک دو 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 یک، یعنی یک دترمینان است. به صورت دترمینان میخوایم در بیاریم اینو. خب حالا میریم توی بعدی. خب بعدی نیا کنیم معادله رو میذاریم اینجا. دانشوی عزیز باید حد سرابلیه بزنیم، بگیم آقا اون معادله هرچی هست ایکس آر یک ایکس آر بزنیم دتا ایکس آر، یعنی آر از صرف تا یک همینجوری میره بالا تا اون حدی که دلتا ایکس به صفر تبدیل بشه. وقتی صفر تبدیل شد میگیم معادله درسته، که بازم نشونتون میدیم اینجا دلتا ایکس از اینجا ما در میاریم میشه این. ببینین این، اینو میشه به کمک قانون کرامل که بسیار قانون بسیار خوبی بود اون زمان، و ما هم ما با خطکش ضرب اینو محاسبه میکردیم و خیلی مشکل بود، ولی حالا نیازی نیست، با اکسل میتونن اون را محاسبه کرد. خب به عنوان مثال میخواییم این سه معادله و سه مجهول را که خطی و غیر خطی است با تئوری خطی و با اکسل حل کنیم. وقتی این را خوب متوجه شدیم اون معادلات دبی را راحتر میفهمیم. یه چنین معادله ای داریم. خب میایم اینو به این صورت میذاریم. ببینید این معادله هست، بردیم توی اکسل بردیم، حالا نشون میدیم. ببینید این دترمینانت این، یعنی همون مشتق این، دو ایک میشه چهار. خب این هم همون دو ستا طبقه همون تئوری خطی. خب بس ببینید این میشه دترمینانت، اما عدد ثابت 6 و 17 صرف نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا ما حد زدیم x صرف 1 y صرف 1 z صرف 1 یعنی حد زدیم. وقتی حد زدیم میبریم تو این معادله، اینجا نشون دادیم تو معادله میزنیم، چون این معادله میزنیم میخواد بره اون ور، یعنی این دترمینانت عمودو به دست بیاریم میشه 692. خب اینو اگه ما ببریم دترمینانتو ببریم توی دترمینانت معکوس رو در بیاریم، این دترمینانت معکوس ضرب در دترمینانت اولی، یعنی ضرب در این عدد ثابت، این عدد اول اینو تا
تبدیل میکنیم به عدد دیترمینان معکوس، پس ضبط تعداد میکنیم، این تعداد به دست میاد. بعد حدس بعدی ما این خواهد بود. خب همینطوری که مشاهده میکنید، این سمادل سماچول رو میخوایم به وسیله اکسل یا دترمینانت معکوس و آسه ضربمون به دست بیاریم. همینطوری که میبینین طبق همون قانون تئوری خطی، ما دترمینانت این و رو به دست میاریم، یعنی مشتق این 2x میشه 4x دلتا x صفر، که همونجون توضیح دادیم دلتا x یا x صفر رو یک در نظر میگیریم، پس میشه 4 منهای 6 و 2 و همینجوری مشتق بگیریم. این دترمینان اولیه است، این دترمینان اولیه است. حالا در اینجا ما اینجا باید حدس بزنیم، حدس بزنیم x چنده، یعنی x صرف یک، y یک صرف یک، z صرف یک، یعنی یک و یک. در اینجا دیگه عدد ثابت دترمینان، یعنی 6 و 9 و 2، 6 و 17 و 12 نیست، باید اینو به دست بیاریم. یعنی به همینطوری که میبینین من در این معادله یک گذاشتم، چون حد زده بودیم یک گذاشتم، خب منهای 6 اونور میره. چرا اینجا منفی گذاشتم؟ چون اونور میره میشه 6. پس به همین ترتیب برای معادله دوم و سوم و مشاهده میکنین که عددهای ثابت دترمینان با هم فرق میکنه. خب حالا دترمینان اینو معکوسش رو به دست میاریم، ضبط در این دترمینان میکنیم، عدد ثابت این به دست میاد. البته ممکنه دانشجوهای عزیز سوال کنن این چجوری است. من یه اینجا برای شما مثال رو روشن میکنم، اینو حذفش میکنم. ببینین اینجا پایین همه اطلاعات ناجوره. چرا؟ برای اینکه همه با هم تکرار میشه. اینجا رو ما کافی محاسبه کنیم و در بیاریم. خب حالا اینجا من ست کردم دلتا x اولیه صفر چیه؟ بعد از اینکه x صفر یک شد، خب اینم پاکش میکنم. خب اینجا برای اینکه ما دترمینن اینو در بیارم خیلی ساده است. همین بنابراین برای اینکه این دترمینان رو در بیاریم کافیست که یه دترمینان 3 در 3 اینجا ببینید 3 در 3 انجام میدم. اینجا 3 در 3 هست، چون اینم دترمینان من 3 در 3 هست. میرم تو fx m inverse رو اوکیش میکنم. اوکیش که کردم میگه که این اری رو انتخاب کنیم. اینجا نباید اوکی کنین چون به هم میریزه. بنابراین من میام این دترمینان انتخاب میکنم، بازم اوکی نباید بکنین، باید شیفت کنترل انتر. خب ببینید شیفت انتر این دترمینان به دست اومد. حالا ما میخواییم دلتا ایکس صفر دلتا ایگرگ دلتا زد رو به دست بیاریم. اینجا یه دترمینان پایین ستونی رو انتخاب میکنیم، حاصل ضرب باید بکنیم اینو. خب میریم در M multiplication اوکیش میکنیم، اینجا اوکیش میکنیم که اینجا به ما نشون بده. خب حالا دیگه حق نداریم اوکی کنیم. اول میگه اره اول این همون دترمینان معکوس، این دترمینان معکوسه، انتخاب میکنیم. دوباره میایم پایین به این شکل این عدد ثابت رو انتخاب میکنیم. ببین دوتا اره ها انتخاب شدن، حالا باید ضرب بکنیم. اوکیش نمی کنیم، میگیم شیفت کنترل انتر. خب ببین این عدد ها در اومد. به من میگه دلتا ایک صفر اولیه است 1.82. خب 1.82 رو با باید چیکار کنیم؟ یعنی همونی که تو توری خطی گفتیم xr برابر دلتا xr به اضافه صفر، همونی که تئوری رو گفتیم. خب پس x0 اولیه 1، 1 به علاوه ده میشه 2.82.
اینجا در اینجا میذاریم، یعنی توان بعدی رو اینجا میذاریم. به همین ترتیب همینجور این انتخاب میکنیم. حالا این انتخاب شده، اینا انتخاب شده، باید دترمینان بعدی رو انتخاب کنیم. دانشجو عزیز، دترمینان بعدی دیگه این نیست. چرا؟ میگه ضریب این، یا کنیم من اینجا یکی انتخاب میکنم نشونتون میدم، میگه ضریب این ضرب در این باید این باشه. دوباره ببینید به این شکل، دوباره میگم کنید یک، این ایگرگ یک ضرب در این ضریب میشه. به همین ترتیب اینا رو یکی یکی انتخاب میکنیم. اینجا هم دانشوی عزیز دیگه عدد ثابت 692 نیست، همجوری که میبینین اینجا. در اینجا من محاسبه رو نشون دادم، تو اون ضریب دوم به این صورت، یعنی معادله اول 2 ضرب در 2.83 به توان 2 منهای 3، یعنی همون معادله ای که ما داریم به این صورت، اینجا 2 ضرب در 2.82 به توان 2، یعنی این x به توان 2، چون این ایگریگ بتونه، یعنی این عددها رو ما میخواییم تعریف کنیم، چون تعریف کنیم باید در اونجا جاگذاری کنیم تا عدد ثابت در بیاد. خب عدد ثابت در اومد ما میشه 6 و 8، چون این هست میشه منهای 6 و 77. حساب کنیم، محاسبه نگاه کنیم به این صورت، اینجا ما تو اکسل تعریفش کردیم بذاشتیم، به همین صورت اینجا نگاه کنیم، اینا داره نشون میده که این ضرایب رو تو این ضرایب گذاشته. حالا به هر حال دانشجوی عزیز، این میشه دترمینان اولیه من، یعنی توی حرکت بعدی دترمینان، یعنی همینجوری در اون ضرب میکنیم، در اون ضرب میکنیم، بعد میایم دلتا ایکس دوی بعدی رو، یعنی اینی که به من داده به اضافه این میکنم. نیا کنی اینو ببینید، در اینجا این به اضافه این یک شده، دوباره این چی؟ دوباره این یکی. ببینید اینا، این به اضافه این شده، اینه دارم نشونتون میدم، یعنی تو حرکت بعدی من، یعنی ایکس دوی من اینو به اضافه این میشه. خب در میاد 2.56، دوباره این یکی نگاه کنید، دوره این یکی، یعنی این به اضافه این شده، یا کنیم منای پایم به اضافه 1.88، دوره این یکی تعریفش میکنیم. ببینید اینا این به اضافه 0.67 که میشه این. پس دانشجوی عزیز میبینید که ما دترمینانت رو به این صورت تعریف کردیم، باز همجوری که نشونتون دادم دیترمینانت معکوس در میاییم، ضرب در عدد ثابت این میکنیم که میشه دلتا ایکس، این جواب میده. جواب بعدی همین جوری میاد پایین تا دلتا ایکس صفر ناچیز بشه. نگاه کنید اینا ناچیزن، جمع بشن. خب اگه ما تو نمای بعدی، یعنی تو حرکت بعدی من اینو انجام بدم، تقریبا به 2 نزدیک میشه، برای اینکه این دلتا ایکس صفر در اینجا بسیار ناچیز بوده. خب حالا میایم میگیم خب حالا میریم اون هفت معادله هفت مجهول که ستای اون غیر خطی تبدیل میشه به خطی، یعنی اون ستای غیر خطی رو مشتق میگیریم، مشتق اولی اون ضریب 20.2 میشه 53. خب بس این میشه یه خط، اینم یه خط، بس اینجا هفت معادلت خطی داریم به این صورت. اینه میبینیم تشکیل دترمینان میریم، عدد ثابت هم اون عدد داره که گذاشتیم، یعنی عدد Q1 که اینا گذاشتیم میبینین. عملا شما نگاه کنین اینا در این رو من در اینجا کاملا مشخص کردم، این دترمینان معکوس هفت معادل هفت مجهول، یعنی من Q1 حد زدم 1 باشه همه، و این ضرایب رو به این صورت انتخاب کردم، و اینجا هم عدد این به جای اون ضریبی که بوده، ضریب این ضریب اولیه ضرب میکنم میشه این عدد
دوم همینجوری نشون دادم. خب دترمینان معکوس عددی که در آوردیم اینجا هم همینه، یعنی اون عدد میشه 1.83، یعنی این عددی که ما حساب کردیم میشه 350، این عدد میشه عدد ضریبی که ما در آوردیم. خب بس بنابراین ضریب دترمینانت بعدی طبق تئوری خطی گفته میشه و به دست میاد، یعنی ما طبق همون فرمول به دست میاریم. خب دانشجوی عزیز، اما هفت مدل هفت مجهول رو همونجوری که توضیح دادیم، این دترمینان اولیه اون سه معادله غیر خطی رو تبدیل کردیم به خطی طبق قانون تئوری و اون چارتای دیگر هم که خطی بودن. عددهای ثابت کانسنت ها رو هم همینجوری که میبینید در اینجا محاسبه کردیم. ببینید اینو میزنم نگاه کنید، این شکلی، این عددهای یکو که حد زدیم، حد میزنیم از کیو یک تا کیو هفت هر کدام یکه، بعد هم همینجور این هم به همین صورت میبینید که انجام شده. خب حالا بعد از اینکه انجام شد ما میاییم میگیم دترمینانتی که انتخاب کردیم دترمینانت اولیه و عددهای ثابتیم که محاسبه شد، خب معکوسش پیدا کردنش خیلی ساده است. یعنی نیا کنین اینو من حذفش میکنم، باید حواستون باشه که چگونه انتخاب میشه. خب دانشو عزیز اینو میبینین، اینم حذفش میکنم. خب حالا یه آماده است، ولی برای محاسبه به دترمینانت منفی حواستون باشه که 7 در 7 باشه. ببین کاملا اینجا مشخصه، ببینید 7 تا، اینم 7. خب 7 تا 7 شد، میریم تو اینورس، اوکیش میکنیم. اوکیش کردیم میایم توی این دترمینان اولیه ما، دترمینان اولیه ما اینو انتخاب میکنیم. خب میایم توی اکسل میبریم توی این، خیلی باید مواظب باشین دانشجو عزیز. اوکیش میکنیم، حالا اوکیش کردیم اینو باید خوب کاملا انتخاب بکنیم، دستتون نلغزه. این کاملا 7 در 7 انتخاب شد، انتخاب شد دیگه اوکی نمی کنیم، شیفت کنترل انتر. خب ببینیم به دست اومد. حالا دوباره برای این کار میایم دوباره اینو حاصل ضرب میکنیم، امو انتخاب میکنیم ضرب اینو. حالا که انتخاب کردیم اری اول، این اری اول یعنی همون منظور معکوس، معکوس که کردیم دانشجو عزیز، حالا حاصل ضرب دومو، یعنی اینو میایم اینجا میذاریم، این دومشو انتخاب میکنیم، انتخاب کردیم شیفت کنترل انتر. خب ببینیم به دست اومد. حالا اینکه به دست اومد همینجوری میریم پایین، این عدد یعنی بعدی ما این خواهد بود، یعنی یک نیا کنی اینو آ، این یک به اضافه این، به همین ترتیب اینو میبینین 6 تا به اضافه یک این. خب حالا سوال اینه این چجوری به دست میاد دانشجو عزیز؟ این ضرایب، دوباره ضرایب فرق میکنه، شما ضرایب رو باید دوباره تغییر بدی با چی؟ اینا آ، این ضریب ضرب در این، چون ایکس بعدی ما یا کیو بعدی ما اینه، به همین ترتیب نگاه کنید اینا آ، شما در اون یعنی ضرایب این معادله سخطی رو دقیقا اینجوری به دست میارید. مثلا نگاه کنید در اینجا رو ببینید آ، یعنی این گفته در Q7، این تو Q7 1.14 هم ضرب دارین. خب پس بنابراین این دترمینان بعدی یعنی ثانوی رو دوره انتخاب میکنیم، Second Trial. خب پس در اینجا عدد ثابت ما دیگه این نخواهد بود، تغییر میکنه. چرا؟ ببینید اینا آ، در اینجا باید بذارین دیگه، 1 نباید بذارین، اینجا 1 بوده، ولی اینجا ببینید این کیو در اینجایی که میبینید من انتخاب کردم، نیا کنید Q3 در اینجا معادله Q4، همینجوری این ضرایب که قبلا بوده همون ضرایب فرق، نباید اون ضرایب تغییر کنه، فقط عددا با هم فرق میکنن. خب در همین ترتیب بعدی رو میدیم، ترتیب بعدی همینجور همون عددا، ببینید نگاه کنید اینا آ،
انتخاب شدن، دوباره این چجوری از کجا میاد؟ اینا دوباره میزنم، ببین این عدد سب دارم اون زره قبلی، اینا قبلی، این کاملا ضریب اونو باید انتخاب کنین. مثلا نگاه کنه این ضریب زبدیل کجا؟ Q7. Q7 در کجا بوده اینا؟ Q7. خب بس بنابراین اینا رو دونه دونه انتخاب میکنیم و جوابا رو همینجا میگیریم. همینجوری Trial and Error، Fourth Trial، Fifth Trial، همینجوری میریم Sixth Trial. یعنی تا Trial، یعنی منظورم سعی خطا، تا ششم میریم با همون تعریفی که کردیم، با همون شرایطی که گفتیم. ولی میبینیم دلتا کیو اینجا خیلی کوچیک شده. دلتا کیو بالا را من محاسبه نکردم، برای اینکه وقتگیر بود. ما وقتی که احساس میکنیم داریم جواب میرسیم، سعی میکنیم دلتا کیو را، یعنی اون نمو به دست میاریم. نمو ببینی اینجا خیلی دیگه کم شده، ناچیز شده، حتی دوتاش صرف شده. دلتا کیو 6 دلتا کیو 7 صرف شده، یعنی نشون میده این باید جواب باشه. خب بس جواب شد، میزنیم توی جواب شبکه. ببینی اینا 4 و 42، این هم فلان مال کیو 7 منفی بوده. خب جهتش قبلا جهت این شکلی بوده، جهت این شکلی بوده. خب ما جهت رو میزنیم اونور، یعنی میایم این شبکه رو دوباره طبق این عددهایی که به دست آوردیم میزنیم، میگیم جواب شبکه هست. این جواب شبکه بس تلاش ششمه. همجوری که میبینین به آسان ما این 4 و 23 که این اینجا هست، همه اینجا رو در اینجا انتقال دادیم و بر اساس گره هم چک کردیم کاملا درسته. خب بیاییم ببینیم روش هاردکراس چگونه به دست میاد. یه لوپ رو در اینجا در نظر میگیریم، لوپ به این صورت موافقه، یک کیو یک این ور داریم، یک کیو دو، چون کیو داره وارده این شبکه میشه با دبی کیو. خب اینجا یه نما و دلتا کیو داریم، یعنی یه به اصطلاح دبی کمتر این ور، دبی زیادتر این ور. حالا فرق نمی کنه، ما قراره که کیو برابر با کیو یک به اضافه کیو دو باشه. خب بنابراین ما اینجا کیو یک این ور باشه یا این ور باشه فرقی نمی کنه، یا حالا این ور دلتا کیو منفی یا این ور دلتا کیو مثبت. بنابراین در این ور ما تو این ور داریم، پس کیو یک برابر با کیو یک منل دلتا کیو، این ور هم داریم کیو دو برابر با به اضافه دلتا کیو. طبق قانون کریشوف مجموع افت هد، هدلاس یک حلقه صفر است. اگر جهت سیال موافق عقربه ساعت باشد مثبت، خلاف اون منفی، یعنی زیگما اچ اف صفر. موافق عقربه ساعت اچ یک مثبت، خلاف اون اچ دو منفی، پس اچ یک من اچ دو برابر با صفر خواهد بود. جا گذاری میکنیم اینا، جا گذاری کردیم، ولی توی یک توان داریم که آب اضافه بیه، قانون توان هاست، این قانونه. اینجا اگه دلتا کیو در اینجا بذاریم، خب توانه اینجا ببینیم ب به توان دو، آی هم به توان دو یا سه، یا هر عدد دیگه. خب بس بنابراین چون ما توی دارسی ویسپاک کار میکنیم، کیو دو رو در نظر میکنیم، در نظر میگیریم. دلتا کیو به توان دو تقریبا ناچیز صفره. میایم میبینیم مثلا ساده میکنیم، میشه این. خب اینها کنین این منفی که اینا رو جمع بزنی، اگمان زیگما آر کیو آی ام به توان این، اینجا هم این قطر مطلق، این آر کیو آی به توان این، چون از فرمول دارسی ویسپاک استفاده میکنیم، بس دو هست. اول حس میزنیم دبی در لوله شبکه چقدر هست، با توجه به اینکه قانون پیوستگی به طور کامل اجرا شود، یعنی شبکه بالانس شود، پس دلتا کیو ما این خواهد بود. در هر حلقه نمو و دلتا کیو رو از رابطی که در صفحه بعد گفته می شود حساب می کنیم. اگر جهت سیال موافق عقربه ساعت باشه، هد مثبت، خلاف اون منفی. می آیم این شبکه رو می خواهم حل کنیم. توی شبکه معادلات حاکم رو برش بذاریم. گره آ کیو یک به اضافه کیو دو کیو چهار. ببینید این توی گره آ هست. کیو یک داریم، کیو چهار داریم، کیو سه داریم، کیو یک، کیو دو، کیو چهار. خب بس گره ده، گره سه و حلقه دو،
حلقه دو و حلقه یک، حلقه دو R1 Q1 به توان دو به اضافه موافق Q2 به توان دو منای R3. اینجا توضیح نمیدیم، تنها جایی که یعنی تکراره. حدث بعدی ما Q1 یکه. خب حدث بعدی ما یعنی تو اینجا Q1 یعنی این میخواد توی حلقه دوم باشه. خب بس میشه Q1 حدث اولی ما در لوله یک به اضافه منای دلتا Q2 یعنی این، اگه موافق باشه مثبت، اگه مخالف باشه منفی. اما Q3 دو تا داره، یکی حلقه اینوری یه حلقه اینوری، یعنی Q3 اولیه هرچی هست. یعنی اوی ما حد سدیم 400 450 100 300. ببینید 350 ما حد سدیم که اولی ما اینه. حالا باید اینو ای تبدیل بکنیم ببینیم آیا درسته یا نه. خب پس Q3 صده یا حالا هرچی هست به اضافه، چون در موافق عقربی ساعت، نگاه کنیم مخالف عقربی ساعت منفی کیوسی، اینجا برای جهت حلقه دو موافقه بس میشه مثبت. حالا ببینید اینجا، البته اینو ما که گفتیم دوستان عزیز خیلی مهمه، دانش عزیز و طراحان، یکی از کارهای مهمی که باید در شبکه آبرسانی انجام بدیم این است که سرعت آب در لوله نباید از یک حد زیادی تجاوز کند. سرعت آب در داخل لوله باید این باشه، اگه یعنی 2.5 متر مکعب متر بر ثانیه بالاتر نباشه، کمتر از 6.5 هم نباشه. اگه سرعت آب در لوله بالاتر از 2.5 متر بر ثانیه باشد، فاجعه روی خواهد داد. اگه کسی شیر فلکه رو در داخل سیستم بخواد کمی سری ببندد، ضربه قوچ امان نخواهد داد و لوله در مقابل فشار طاقت نخواهد آورد و خواهد ترکید. اگه کمتر از 6 متر بر ثانیه باشد، رسوبات و آشغال جدار لوله تهنشین خواهد شد و بد خواهد شد. یعنی جدار لوله رو زخیمتر و زخیمتر میکنه. بهترین راه این است که قطر لوله را کمی بزرگترش کنید، یعنی لوله انتخاب کنید که ضخامت لوله بیشتری داشته باشد. بازم میگویم بهترین انتخاب تعیین قطر جدید است، چون با اکسل کار کردین میتوانید با اون بازی کنید و تر مناسب را در بیاورید. برای درآوردن سرعت میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید. خب حالا میخوایم این شبکه رو به این صورت که هست، اولین شبکه رو به این صورت که همون 1000 متر 850 میلیمتر همینجوری 900، این شبکه ای که دو تا حلقه داره رو میخوایم حساب کنیم. خب ما حدس میزنیم حدس اولیه 9 دام 5 دام که ببینید میشه 4 دام. همینجوری به این صورت ما شبکه رو اینجا بالانسش میکنیم. وقتی که بالانس شد، حالا میخوایم اینو در اکسل ببریم حلش کنیم اینو. خب اینو حلش کنیم، میریم اینجا ببینید به این صورتی که هست یه جدول درست میکنیم، پای پای رو میذاریم، لوله رو میذاریم، این 1000 متر، این 3.72. خب این چجوری به دست میاد؟ این 8 سب در ما، البته گفتیم F 2 دام 2 سدام باشه. خب حالا توی سیستم متریک اینو ضرب کردیم میشه 3.72. در این اکسل بعضی از محاسبه رو به شما نمایش میدیم. خب این هم RQ2، اینا 3.72 ضرب در 9 دام، حدس گس اولی ما، یعنی حدس اولی ما 9 دام. خب اینو، این شبکه رو تو اکسل بردیم. ما یه جدول این شکلی درست کنیم. دانشجوی عزیز وقتی اینو خوب سیت کردیم و جواب گرفتیم، دیگه بعد از اون راحت کپی پیست میکنیم و سریع جواب میگیریم. خب اول، حرکت اول ما حدس اولی شبکه است. یعنی حدس بذاریم شبکه چگونه است، به شرطی که قانون پیوستگی در گره ها اجرا شود. من در اینجا اینه گفتم 9 دوم، اینا 5 دوم. خب اینا در گره ها اجرا شد. همینجور تو دوتا حلقه داریم که موافق عقربی ساعته و این عددها بر اساس قانون پیوستگی در گره ها هم جهت ها مشخص شده و هم بالانس شبکه شده. خیلی خوب، حالا میگیم تو لوپ یک، میخوام لوپ یک رو تعریف کنیم. لوپ یک گروه آبه، خط آبه
طولش خودش Q1 گذاشتیم و طولش 1000 متر، 850 میلیمتر هم قطرشه. خب آرش رو گفتیم قبلا، گفتیم چوری توضیح میدیم، توضیح دادیم، ولی اینجا من یکی اینجا میزنم ببینید دقیقا اینجا به این صورت در اومد. خب حالا اینو بزنم میبینیم اینو اینو به تمام رسیدنی این عدد ها رو نیها کنید، اینا این 8 R این به اصطلاح به دست اومده. خب حالا اینو میگیم دوباره حد اولی ما در بعدی نودام بوده، همینجوری محاسبات دانش عزیز اینجا میبینید کاملا اینا مشخص شده. بعد ما چیزی که خیلی مهمه کریشوفه، یعنی RQ/2، RQ/2 رو ما باید حتما اگه موافق عقربی ساعت 1 مثبت بزنیم و ضرب کنیم اینو. خب ببینید اینا شما در اینجا RQ2 وقتی این منفیه میخوام اینو به دست بیاریم، 100% این شرایط به این شکل مثبت در راستای عقربی ساعت، منفی در اینجا ببینید گروه خود Q4 یعنی در خط لوله DE منفی. خب بس منه 1 میذاریم. اینا چیکارش میکنیم؟ حاصل ضرب ستا رو انجام میدیم. ببینید در اینجا ما اینجا منفیه، نگاه کنید در اینجا رو ببینید یه منفی نذاشتم اینجا، اینجا به خاطر اینکه ضرب در کردم، یه ضرب در آی ستون 12 کردم. اینا نگاه کنید یا آه اینا حاصل ضربه این 1 این بتمان 2 و ضرب در این. خب پس بنابراین دانشجو عزیز این حالت حتما باید رعایت کنیم. خب این که انجام شد دیگه این مسئله دو RQ هم مشخصه، ببینید چجوری هست از نظر این دوتا در این. بنابراین من همه اینا رو انجام دادم، فقط مونده نمو و دلتا کیو. نمو و دلتا کیو هست نسبت این به این، نگاه کنید نسبت این به این، یعنی این اگه بزنم ببینید منفیه، قانون فرمول گفته منهای این بخش بر این شده این. خب حالا این منهای 262 هزارم به دست اومد. تو لوپ دوم هم همینه، یعنی همین کارا رو انجام میدیم، موافق عقربه ساعت مثبت کریشوف میذاریم، یکی منفی. خب حالا برای یه حدس بعدی ما چی؟ حدس بعدی ما اینی که من در اینجا تو این شبکه نگاه میکنم میبینم در راستا Q1 ببینید، Q'1 بعدی ما Q1 به اضافه دلتا Q تو همین لوپ هست اگه موافقه به اضافه، نگاه کنید. ولی چون خودمون منفی در آوردیم بس کم میشه 638000. اما رو Q'2 یه اینجا دوتا داریم، یه لوپ 2 و یه لوپ 1. لوپ 1 هم موافق عقربه ساعت، پس به اضافه دلتا کیو لوپ 1، ولی اینجا مخالفه، پس منای دلتا کیو 2. خب جا گذاری میکنیم صدام به اضافه این که منفیه، منفی این میشه 117000. خب بس ببینه قرمز کیو 2 رو گذاشتیم اینجا هم باز 117000. خب دانشجو عزیز اینجا دیگه ست من کامل شد. ما برای اینکه کامل بشه باید عین اینو کپی پیست کنیم. من اینو حذفش میکنم، اینم حذف میکنم. خب من اینا برای اینکه کامل باشه میام اینو کپی میکنم، یعنی این اینو کپی میکنم میذارم اینجا. خب اینو پیستش میکنم. ببینید این به دست اومد. خب این که به دست اومد ما اینو چیزش میکنیم، بگیم این این به دست اومد، ولی من نمیخوام حرکت بعدی من 372 نیست،
ببینید این کیوپریم من در اینجا 9 دامه. خب بس اینجا ما باید 6 و 38 دام باشه، اینجا گذاشتیم. خب من اینو میام چیکارش میکنم؟ اینو حذفش میکنم، یعنی میرم میذارم مساوی با اینو، تاییدش میکنم، تاییدش کردم، اینتر میزنم، اینتر زدم شد ببینید همون 638 دارم. ولی دانشوی عزیز اینو ما میخوام این تکرار بشه، اینجا تکرار میشه. خب اینجا دوتا صفر رو باید پاکش کنیم. خب ببینید دانشجو عزیز این خودش اتوماتیک خودش اون محاسبه ببینه این انتقال داده شد. اینجا نگاه کنید که نشونتون بدم 638 به اینجا انتقال داده شد، این تکرار شده پایین. ولی در اینجا اکسل چیکار میکنه؟ همون محاسبات انجام میده. دلتا کیوی بعدی نمو بعدی من شده اینه میبینید داره کوچیکتره، این ناچیز میشه. ولی تو کپی بعد، یعنی یه کپی بعد انجام بدم، دانشجوی عزیز خود من اینو که انجام دادم این همینو کپی پیست کنیم، یعنی اینو کپی پیست کنیم، کپی اینجا پیست کنیم، باز همون نتیجه میگیریم. میبینیم تو نمای سوم این شکلی شده، توی چهارم دیگه دلتا کیوی ما دیگه تقریبا صفر نزدیک شده، یعنی ناچیز شده. خب سرعت آبم هم در اینجا طبعا همون قوانینی که شما توضیح دادیم مطلوبه، یعنی تو رنج 6 تا 2.5 متر بر ثانیه است. پس بنابراین ما اینجا این جواب شبکه است، جواب شبکه که همینجور مشاهده میکنین، یعنی کیوی که ما 594 اینجا 6 کیو 6 ما هم 346 همینجوری میبینین کاملا این انجام شده. و واقعا اگر چکم بکنین گریه کاملا اجرا شده. خب میریم تو اون جواب شبکه، یعنی تو شبکه چهارم ببینین این صف این هم صف. خب بسیار ناچیزه، چون ناچیزه سرعت عبدالله هم که در اون محدوده سرعت هم قرار داره اینا هست. خب دوباره مثال دوم میزنیم. مثال دوم اینه، به این صورت هست، نگاه کنیم به این شکل. خب حالا ما هست میزنیم 400 450، به این صورت دوتا لوب داریم اینجا 750 100 100 میشه همون 950. حتی اول شبکه ما اینه. خب حالا میریم بعدی. خب بعدی همونه، اینا بکنین این محاسبات قطر رو حساب کردیم همه 450 میلیمتر باشه، طولاش هم اینجا توضیح دادیم، طولاش همین اینا 1000 متر 1200 متر اینجا 1500، ولی قطر همه 450 میلیمتر هست. خب اینجا ببینید به این صورت هست. دوباره من باز برم، بازم همون تو لوپ بعدی نگاه کنین این اندازه از کجا در میاد. 100 حدس اولیه ما به اضافه، چون لوپ تو اول 100 به اضافه این 242 کیو سپریم من نهایه، ببین کیو سپریم که اینجا هست من نهایه مخالف این میشه منهایه این یکی، پس میشه 491 491 کیو پریم 5، یعنی 5 منفی بوده مخالف این، پس منهایه 241 میشه 107. به همین ترتیب میاییم دلتا کیو رو نگاه کنید، 204 نمونه شو اینجا در آوردیم، این بروی این منها. بعدا یادتون باشه دانشجو عزیز حتما این کریشوف رو حساب میکنیم. مشاهده بفرمایید، نگاه کنید من در اینجا کاملا اینجا آرام مشاهده هست 495. اینجا ببینید من RQ2 رو در اینجا رو ببینید چرا منفی در اومد. اینا G7 در این بتوان دو زب در، ببینید زب در J10، یعنی زب در این I10 اینا ضرب کردم شد منفی، چون اینجا مخالفه. ببین روی Q5 اینجا مخالفه، اینجا مخالفه هست، چون مخالفه من منفی. این حتما دانشوی عزیز این کیروشوف رو برای یکی که موافق باشه یه عدد 1 منهای 1 بذارین. چرا من
اینجا میگم برای اینکه کیو به توان دو مثبت میشه، ولی وقتی ضرب در این بکنیم منفیش در اینجا در نظر گرفته میشه. ببینید در اینجا من به همون شکلی که اینجا محاسبه هست 491 این به این صورت در اینجا، یعنی اگه من اینو به این صورت میزنم درگ میکنم، مثلا قبل درگ کردم، ببینید اینجا من میام اینو پاکش میکنم. خب نگاه کنین دانشوی عزیز، خب اینو مساوی میگیرم کجا با این یکی، انتر میزنم میشه این. خب حالا اگه اینو درگ کنم بیارم پایین همون عددها رو یکی یکی به من میده. ببینید 491 اینجا، البته این دوتا صفر صفر رو پاک میکنیم چون جزء سیستم نیست. خب ببین حالا این حرکت تلاش دوم بود، تلاش سوم همونه، یعنی خودش تکرار، یعنی کافی است که ما کپی پیست کنیم اینو، این شکلی کپی کنیم اینو، کپی که کردیم میاد این تو کپی اول، کپی دوم دیگه نیازی نیست، نیازی نیست، حتما تو حرکت بعدی دیگه، فقط تو کپی اول که کردین این عدد رو باید در اینجا معرفی کنین. وقتی که بعدم تو کپی بعدی میشه خودش اتوماتیک این عددها رو انتخاب میکنه. خب همجوری میاد پایین، نیا کنین تلاش رو ببینید، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، اینم یازده، اینم دوازده. تو دوازده ببینید دیگه صفر شده اینجا، اینم 4000. خب دانشوی عزیز همین جوری شما هی کپی پیس کپی پیس کنید، فقط در حرکت اول، در کپی اول، یعنی در حرکت اول شما اطلاعات رو میذارین، اینو انتخاب میکنین بر اساس این حدس اولیه، یعنی این ستون کیپریمو، بعد میایین توی کپی میکنین اینو، یعنی اینو به این صورت این شکلی کپی میکنین، کپی که کردین میارین میذارین اینجا. حالا من چون انجام دادم نمیخوام تخریبش کنم، خب میاد اینجا، اینجا که انجام شد دیگه این 491 همین چون کپی شده، کپی شده اول اینو به من میده، صد میده، ولی من میخوام این باشه طبق این تعریفی که کردیم این پایین. خب اونو اینو همجور که نشون دادم مساوی میکنیم، درگ میکنیم دیگه، بقیه کپی پیست کپی پیست همینجور برو پایین تا دلتا کیو تو به صفر تبدیل بشه. گاهی تلاش چهارم پنجم جواب میده که همینجوری که قبلا بود چهارم جواب داد، حالا اینجا دوازدهم جواب میده. من یادمه توی سیستم گازرسانی، من یه شبکه گازرسانی رو در داشتم حل میکردم، اونجا ادعا کردم بعد از تلاش سیوم تونستم اینو صفرش کنم. خب شما حساب کنین توی زمان ما که با خطکش محاسبه امکان نداشت، حتما باید میرفتی تو فورتران این محاسباتی که اینجا میبینی این رو ما تو فورتران انجام میدادیم و اونو توی پانچ کارت میزدیم میبردیم دانشگاه، دانشگاه به ما جواب میداد. خب بس جواب شبکه اینی که میبینین اینجاست، یعنی عددها رو اینجا انجام دادیم. این 386 نین اینه، این کیو هست، کیو یک هم اینجا ببینید تو کیو یک این به این صورت 174، به این صورت کیو یک کیو پنج ما همینجوری شما میتونید عملا این رو مشاهده بکنید. اینا که کنین کیو پنج 174 دارم یه چک میکنم، کیو یک 289، کیو یک ما اینا 289.2 دوم و همینجوری چک کنین و واقعا جمع بزنین، یعنی اینو با این جمع بزنین میشه این. و دانشوی عزیز مطمئنا این جواب رو خواهید گرفت. اینا این شبکه بعد از تلاش دوازدهم سرعت آب هم مناسبه. امیدوارم که این ویدیو آموزشی مورد تایید شما قرار گرفته باشد.